امروز روز دوم کمپ و برنامه بسیار زیبا و بسیار بسیار جذابی رو برای بچه ها تهیه کردیم. البته گفتم سر صبحانه رو بیرون بشینن و دور هم باشیم و از این فضا و منظره بسیار بسیار زیبا و دلچسب لذت ببریم و کیف بکنیم و دلم میخواد بچه های مقدار آرامششون بیشتر بشه، بیشتر کیف بکنن و بیشتر از این موقعیت و از این با هم بودن لذت ببرن. بفرمایید دکتر، بفرمایید. خب امروز که روز دوم کمپه، از ثانیه اول کیف کردم تا اومدیم و صبحانه و بیرون، و ثانیه اول که چشا رو وا کردم این ویو دریا و آفتاب و اینا، من خیلی کیف میکنم با آفتاب و این چیزا. استاد امروز برنامه چیه؟ دارم ببخشید. برنامه امروز بعد از صبحانه چند تا اکتیویتی مختلف براتون در نظر گرفته شده، جای مختلفه که کیف کنید و صفا کنید و در حال بدین و شاهین رو من داشتیم درسته. این یادداشت کنید. عالیه، عالیه. بعدش برنامه باربیکیو داریم، یک برنامه بسیار بسیار عالی و جذابی رو براتون در نظر گرفتم. امین و ماریا با من آشپزی کردن بود توی سویت که بودیم استخون و هم آشپزی داشتیم بنده باشیم. و امروز هم یه غذای مورد نظرم هستش که فکر میکنم همگی دوست داشته باشیم. میخواییم بریم سوپرمارکت خرید این باربیکیو که هنوز نمیدونیم غذای مورد نظر چیه، ولی که هم چیزی که در نظر گرفتم فکر میکنم خیلی خیلی کیف کنید باش. به هر حال با هم یه مورد خرید میکنیم و بعد میگردیم و تولید. بسیار عالی. بریم. بسیار عالی. 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 یه مرغ تونده توپه در سوپ کنه دست اینه آخر بپرس آخر گرفتی آخر نبود سوپ کنه قیمه باش باربیکیو قیمه قیمه کبابی من خیلی خوب این فیکر رو واسه خودم فهمیدم شاکرم از اینکه تونستم یه عاملی باشم برای این بچه های بسیار بسیار نازنین، بسیار نازنین و پر استعداد که دور هم جمع بشم و من وقتی خنده بچه ها رو میبینم، اون خلاقیتشون رو میبینم در موسیقی، رفاقتشون رو میبینم، نزدیکشون رو میبینم، حسشون رو میبینم، باور بکنید که به کمال رضایت میرسم. امروز خیلی کار من به من خواهد دارم که 10 تا دستیار دارم، یکی 30 روز میکنم پس منو تو با این کلاه شما تو کنید نهیدون اگرش خدمتون از کنم که ادامه آهنگسازی دیروز تمریناتونه و تو ببینیم چه پیش میاد، بعد هم که میزنیم بیرون و مقدر میگردیم. حقیقتش این اولین تجربه برای من که کمپ موزیکال داریم و جدای از این که حالا با بچه ها داریم وقت میگذرونیم و داریم واقعا لذت میبریم از این کمپ، قراره یه خروجی خوبی هم از این کمپ از خودمون تولید کنیم. من تا حالا تو این موقعیت نبودم این شکلی آهنگ سازی کنم. حرف بی کلام بودم، اصل ناتمام رفتم. هیچی نگو ازم، بذار فقط من بخونم. بخون لا 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 ل
توی مسابقه دوایس بچه‌ها رو صرفاً فقط به واسطه خب صدا و خوانندگی بیشتر همدیگه رو می‌دیدیم و اونقدی شاید از توانایی‌های دیگه همدیگه آشنایی نداشتیم. همش واسه من تجربه است و من فقط دارم یاد می‌گیرم از تمام بچه‌ها. تا گرد اول یکی بودیم، تا گرد اول تلشنفی ملودی همش اوکی اوکی یکیشو میزنیم. خب ما دوتا این پیردر میخوام. خب دوتا یکیش یه کوچولوی وریشنی از اون اولی بکنیم. ببین اول همه ندی که زجی به نظرتون برس کافیه. اینجا بیاد پایین بارم اول بدر فرمی من جا مونده به دوهه داره ولی اوکیه همش خوبه. نه بدم خیلی متفاوت باشه، یعنی یه اینا رو شعره آقا دوه ملودیه. من همه جا گفتم همیشه برای همشون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم تو عرصه موسیقی به اون جایی که دوست دارید برسید و سعی کنید که برای خودتون رقیب انتخاب نکنید. دیگه اصلا شروع نکنیم به نظر آه اون سر گروه بود همین دیدی باز تیم قدر شد تیم همیشه قدر بود قرمزته ایوان میگم چقدر شد دارم چند بار ببریم دیگه ما عالیه عالی 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 بچه هم سر حالا من هم سر حالا خیلی همی بود من پرسپولیسی هم آما داریم من اول رو تا پا پاس می افتیم که این اقام رامتین از اقام داره می کشم فقط تو دوایس باختم، همه جا میبرم. نه خوب بود، خوب بود. بچه‌ها خیلی باحال بودن. تیمم خیلی قدر بود. من تیم قدرم دیگه همیشه. تیم قدر بود و با جون و دل کشیدیم تناور رو گفتیم ما میبریم. یک ثانیه نکشید. خور نزنید. تیم جر تیم برتر. آقا تو حرف نمی‌زنی. نمی‌دونم دریان چیه. قسم به آقوشی باد کرده حالا بخوا نگاه کن سم باد کرده خب بازی خیلی مناسبی برای انگشتا نبود برای اینه که چی؟ نه من انگشتم پیچید ولی اوکی شد حالا کس کردیم حالا اینم بگیر چاری بزرستی هست به هست کنیم پاشیدم رو تو ماری میگیم خوده بسیار 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 از استاد ممنونم که
این ماجرا رو رقم زد برام، تونستیم دوباره هم دیگر رو ببینیم، اصلا واقعا جون گرفتیم، تک تکمون جون گرفتیم. والا یه خود شیطنت ها زیادتر از حد بود، حرکات موزون یه خود زیاد بود. توضیح بدم بابا تخمه گذاشتید به عنوان بهترین تخمگذار تیم قدر چه حسید. هر آبرویی که داشتیم از این به بعد نخواهیم داشت با دیدن این شیکینگمون، دیگه برباد رفت همه چی. من شورت هم دارم پیش نشه. حالا که این تو هم بقیه شنایی بکنی این خبه مرد من و اینا آخر بیارم چه حس شیشون میگفت که الان میفتم تو آب، که دایی ما رو هل داد و دیگه خیس شدی. حالا دیگه حس تمسایی بهم دست داد، گفتم این لبه دارم برم یکی رو باید بگیرم بکشم دیگه. فرق میکنه با اینکه یه استاد خانم شما رو انداختن، چرا من رو پرت میکنی تو باخت؟ بزه با از روی دوش آدم ها میخوایی بریم. یعنی استاد دستش من نمیرسید ماریا رو هل داد، اونم یه تلافی بسر یکی دیر همی بردیم. من عذرخواهی میکنم از استاد. شما نرمم ببند، من که نگاه نمیدارم. محسو قارچ یه تیکه بود پیاز میاد حالا. خب به توضیح بده دیگه. ببین محصول امروز رول خورد کردن اون چیزو داره برای باربی. اینا که گفتی خود خیلی بو پیاز میاد، یعنی قشنگ انگار که پیازو زده اومد تو. ببین کجایی الان مازه جان؟ من هستم همجا. بذار قشنگ به توضیح بدم. ببین اوکی الان بور دادم کسی بیاد دخترم مادرزاده. ما رو تو آب پرد میکنم، پیاز به اون میدن. ببین جان خوشمزه است، دلوپیه ها؟ بوده یکم بخوام وقت داری؟ بوسه جان، بوسه جان. ببین طول میکشه. به 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 وقتی میخوری خیاره اولش حال میده، آخرش زیاد حال نمیده. موزه میچسبونن زیر تخت. میچسب میخوری میجویی میچسب آه آدانسه. آره به به طول میکشه. یه جان بعدن بایی الان کش کنه چی خوردن؟ ببین؟ با آدام سی؟ نه واقعا قشن بوی آدام همه به همه گوجه، عسل، مربا، خامه، کره پنیر به ما پیاز میدن. کم بودن ماسموسیر هم گوش بدن. این کیه؟ تخمه ما از کجا در میاد؟ این یکی از همون تخمایی بود که گذاشتی. بچه ها بعدی اومد، بعدی اومد اینا میخواد بخورش. آفره آی نه آبیش حیوانات همین لبنیاته برو ادامه بدید. نه 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 ن
کجا؟ همش شروع نکن. اوکی. بقیه شو میشه بدید به ما؟ چیه؟ آقای بچه همه سکون کنم. نه، امید بونزه شانیت رفت، همین خودش بخوریزه. آقا تولد داستان این هاست؟ خودش نفرسه ببین شیرینیه، خیلی هم خوشمزه هست. شیری خامه ای؟ نه، باید دقیق. آره، ولی گردم از رو شم میذارن و این صحبت ها. کیکی تولد محمده؟ خوفکه؟ چیپس؟ میشه یکم دیگه بخورم؟ آها نبا بگم؟ خوفکی میخوا دست نزن بابا ماریا همه بیدن همه رو داره اشتباه میزن زنه نمیم چیه میخوا ایسی بگی؟ برای فقط اسمشو نگو سینما یا مثلا تماشای فیلم و اینا میخوام یه فیلم تولید میکنم تموم شد سیزنی فیلم پاپ کورن دیگه سینما پاپ کورن میخوام رو گنده میگه تو میاد و برمیگرده یخشال تا مهمون بعدی بچه ها بیاییم. مادی بیا. همینو به ترتیب. بذاریم شینجا بچه ها. کلام داریم فقط. اوکی. بچه ها یکی از شما محبت کنه آقایون. قشنگه خودش داشت به هر حال. اما اصلا عالی نمیشه توصیف کرد ثانیه به ثانیهش عالی برها شروع میکنیم که بفهمیم مشکل یه ظرفی که مری نیت کنی دو تا ظرف بزرگ لطفاً هر اونچه که میتونید به عنوان کاتیگورد استفاده کنید باربیکیو یا هر چیز دیگه یه بهانه است و هدف با هم بودن این بچه هاست و ذوقی که میکنن و لذتی که میبرن از این برنامه هایی که براشون پیشبینی شده و براشون تهیه شده تک تکشون اون اشتیاقی رو که در وجودشون من حس میکنم اون حس همکاری، اون حس دوستی، حس خلاقیت حالا چه در موزیک چه در دنیای غیر از موزیک باور نکردنی و بسیار جذاب حداقل برای من اینطوریه و من لذت میبرم که بچه ها رو میبینم انقدر شعف دارن، انقدر شور دارن، انقدر مشتاقن همه میخوان کمک بکنن، همه میخوان هر آنچه که از دستشون برمیاد رو انجام بدن برای که دوستشون رو یا کل گروه تیم قدر رو یا حداقل خودشون رو راضی بکنن و من این رو واقعا مشاهده میکنم هر لحظهش برای من پر از شیرینیه سیرا رو چیز بکن، حالا اینا رو بریزیم زرد آره این بذارش روش آره آره بذارش بذاری روش خب بعد تیکه تیکه دیگه آه بینید استاد استاد باشه یه نظر تو شو فقط جدا از هم باشه استاد استاد دندون جان بیا دوربین رو من کلا همش بود این بورد بده اینا این رو سونی چاغوتی کنی اینم واسه درسته اوه خوبه عالیه هر کلو که زیاد داریم زغاله ذره نگیره ما از همین تگ کردیم به عنوان دیوار دفاعی دیوار دفاعی ضد باد که خیلی فایده هم داره سرعت عمل بیشتر واسه ما اهمیت داره سر استاد سرعتشون بالاتر بوده
سرخپوستان لباس آقای نمیسادن. بله بله قارجتون رو رو ریچ دربی بام بام تو بالاخره پنیر الان یه افتخار دیگه نصیبم شده که یه کمپ 3 روزه دوباره با استاد و تیم خوبش تیم قدر باشم و از ایشون بهره ببرم. این کلوپ هم خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سهر کن. این کمپ و این گرد همایی دوباره تیم خیلی خیلی یک ارزش دیگه برای ما داشت که استاد دست ما رو ول نکرد و همجوری که گفتن پشتیبان ما بودن و هستن. تو آشپزی من حرف استاد گوش دادم واقعیت. اولش گفتم قارچ خورد کن، گفتم چشم، بعدن قارچ دادن یکی دیگه، بعد من مدیریت خورد کردن قارچ رو به عهده داشتم، نظارگر قضیه بودم، اما دیگه رفع تکلیف شد به نوعی دیگه، ناظر بودم، مهندس ناظر بودم در این بخش قضیه. خیلی فشانه همه من مستخدم نگیر از این نگیر از این ندیدم در دوریت عزیزم. نه دیگه مصدوم شدیم دیگه، داشتیم بازی میکردیم تناب کشی و دیگه من با جون و دل تنابو کشیدم دیگه، اشتباه گرفتم تنابو دیگه مصدوم شدیم، زیاد کشیده شد. هیچی تناب کشی دیگه خیلی جدی گرفتیم. والا قش که نکردم، میگم دستم خیلی درد میکرد، بعد اومدم پانسمون عوض کنم دیدم خیلی بد باد کرده دیگه، تو اون حس و حال درد بودم و دردشم زیاد بود و دیگه فشارم افتاد خودم فهمیدم و فشارم داره میفته و بشینم و بعد نشستم دیدم چشام داره سیاهی میره و دراز بکشم، همین درازی کشیدم چشام رو بستم که یکم حالم بهتر شه، به قش نرسید. اگه چیز شد بگو حتما. نه حالا بند بگو میشناسم ولی نه اوکی حالا.
هر حال اگه بد و خوب و هر چیز عالیه. فیلم نبود شده. واقعا عالیه. بسیار پرفکته. من خیلی دوست داشتم تو دوایسم دیده بودم آشپزی کردن، دوست داشتم با دایی آشپزی بکنیم. که من متاسفانه نتونستم کمکی بکنم، بچه ها بودم، من با دستا نمیتونم کاری بکنم، ولی دستپختش عالیه، واقعا کیف کردم، خیلی خوب بود. همه میگن عمو بیژن، من دایی بیژن، برای این میگم بخوانه اینکه توی The Voice خانم فروهه رو استاد داشتن میجنگیدن، دیگه دایی گفت بیا بغل دایی، من دیگه اونجا همون گفتم برم پیش دایی، خود بیا بغل دایی، دایی. به به، چه روز زیبایی بود و چه روز پرباری بود، سرشار از لذت و تجربه. آدم هر چقدر فکر میکنه با تجربه است، باز میبینه هر روزش به تجربهش میتونه اضافه بشه. و من هر چی فکر میکنم ببینم چقدر این با اینکه کار بسیار برد تا این پروژه بتونه اصلا شروع بشه، فکر میکنم چقدر کار زیبایی بود و چقدر این بچه ها احتیاج داشتن و من خودم چقدر احتیاج داشتم که بچه ها رو اینقدر پرشعف ببینم. بعضی موقع اینا دارن کار میکنن و من تک تکشون زیر نظر دارم، نگاه میکنم ببینم چقدر مستعدن، چقدر با استعدادن و چقدر زیبا کار میکنن و چقدر حیف که اینا برای به خاطر یه پروژه بسیار ساده مجبورن چند تا کشور عوض بکنن و خودشون رو با همدیگه برسونن. همین طوری بهتون میدم بعد جا به جا میکنیم. توشو دیدی شما؟ باز نکنیم. فردا روز سومه و بازش کنید به عبارتی آخرین روز کمپه. ای کاش این 3 روز نبود، 33 روز بود، 333 روز بود، اصلا تمام زندگی بود در همان جایی که ما وطن میخوانیمش، همیشگی میبود. ولیکن داره به اتمام میرسه و خب من هم مثل بچه ها که مطمئنم تک تکشون بپرسید همین حس و حال دارن، آدم دلش تنگ میشه، هنوز نرفته دلش تنگ میشه، ولیکن باز هم ابراز خوشحالی میکنم برای اینکه هر آنچه را که در فکرمون بود به نتیجه رسوندیم. شاید هم دستاوردمون بیشتر از انتظارمون بود و به هر حال برای فردا هم تدارکاتی دیده شده و خب مسابقه ای رو که حالا من دلم نمیخواد اسم مسابقه روش بذارم، ولی همین چالشی رو که براشون مهیا کرده بودیم قراره که به نمایش گذاشته بشه تا من ببینم بچه ها چه کردن. باز بیرون میریم یه جای بسیار 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 زیبایی رو که من خودم همیشه دوست دارم، یکی از جذابیت‌های بسیار زیبای طبیعی برای خود من، داریم بچه‌ها رو میبریمشون اونجا. نمیدونن بچه‌ها که چه جای بهشتواریه و چقدر زیباست. داریم میریم اونجا و یه تفریحی میکنیم، عرض کردم میایم دوباره به موسیقی که بچه‌ها ساختن یه سرکشی میکنیم و گوش میدیم و لذت میبریم. تیم چیش خوبه؟ قدرش خوبه. میخوام تو تیم هم باشیم. بسون یه دونه بذارین این رو اون چیزا بگید. آره اون تخت رو اون میکنه. تیشرت رو برگردانید. خیلی خیلی خوشحال و خرسندم از اینکه این اتفاق افتاد و بچه‌ها تونستن دور هم دیگه جمع بشن. این چیز خوبه. قرارش خوبه. تو این شهر خالی قدم میزنم،
که زنگ صدای تو یادم بره، قسمت تخم کنم. عزیزم ای جان، عزیزم ای جان، عزیزم ای جان. روز سه روز بسیار جذاب و خاطر انگیز و تاریخی رو ما با هم گذروندیم. از خود خودت بگو هر چی که تا به حال یه همچه اتفاقی در جهان نیفتاده که بعد از یه مسابقه، بعد از گذر یک سال، دوباره بچه ها رو دور هم جمع بکنی به خاطر اینکه با هم باشن و بیشتر کیف بکنن.